اشرف به ندای بلند حقانیتش را فریاد می زند. پژواک ندای اشرف چی؟ یک ندای بلند دیگر از حقوقدانان عراق برای دفاع از حقوق اشرفیان. ندایی در امتداد نداهای بلند جهانی، همچون ندای فراخوان پاکستانی بین المللی در برگیرنده 100 سازمان در 50 کشور جهان. ندایی در امتداد ندای 14 سازمان و انجمن سراسری از فدراسیون انجمنهای مدافع حقوق بشر در اسپانیا. ندایی هم نوا با نامه 8500 حقوقدان در اروپا و آمریکا از کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف. و صدایی هم صدا با کمیته بین المللی سازمانهای غیر دولتی. سلام به همه بینندگان عزیز برنامه ایران اشرف آزادی. این روزها پی در پی فراخوان‌های بزرگی رو داریم که مقام‌های مختلف جهان رو خطاب قرار میدند و از اونها طلب مداخله و مقابله میکنند. فراخوان‌هایی به دبیر کل سازمان ملل، به وزیر خارجه آمریکا، به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در عراق و به سفیر آمریکا در عراق. مداخله برای ممانعت از کارشکنی‌های دولت عراق علیه راه حل صلح‌آمیز برای اشرف و مقابله با تهدید رژیم ولایت فقیه. و این بار باز صدای 1125 حقوقدان رو می‌شنویم. بیانیه 1125 وکیل و حقوقدان عراقی. نقض حقوق ساکنان اشرف و نقض تعهدات توسط دولت عراق. هشدار نسبت به فریب جامعه بین المللی برای تبدیل کمپ لیبرتی به زندان. اعتبار ملل متحد و یونامی و سفیر ایالات متحده که مسئولیت قانونی در قبال ساکنان اشرف دارند در معرض آزمایش است. حقوق انسانها و قوانین شناخته شده بین المللی نباید قربانی شوند و در خدمت ملاحظات سیاسی قرار گیرند. این طرح در فقدان تضمین‌های حفاظتی، اقدامی برای طرح و برنامه‌های شناخته شده علیه ساکنان اشرف است و باید ملغا شود. بله، موضوع کمپ اشرف به پرونده مهمی برای مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری تبدیل شده، چرا که اشرف و اشرف نشان‌ها ایستادند و جهانی رو هم همراه خودشون به پا داشتند. پس با امید هرچه بلندتر شدن این صداها و هرچه مؤثرتر شدن اونها، برنامه کارزار ایران اشرف آزادی رو به همراه همه شما عزیزان شروع می‌کنیم.